بله بخشید بعد ارزم به حضور شریفتون این جناب آقای تلا خب از اون دانشمندان بیکله فیزیکدان خوب ریاضیدان خوب ولی بیکله و بیهنر هنر تاریخ مغرب زمین هست که رفت و نه فقط در با بمب اتمی کار میکرد نهایتا هم بمب هیدروژنی رو وصل اشتف بمب بمب هیدروژنی رو هم ایشون بالاخره اختراع کرد و دو دستی هم تقدیم یک مش دیوانه ای گذاشت که هیچ چیزی نمیفهمند از این عالم جز یک, یک سری مهمات احمقانه ای که در در اون در رایش در اون در اون امپراتوری 2000 2500 ساله سال پیش رومی ها بود اینا فکر میکنم که اون رومی ها اوج دانش بودن این آمریکایی هایی که الان در به در دنبال رسیدن به اون قدرت و اون امپراتوری رومی ها هستن نه میخوان در واقع همون رو به عنوان سمبول قرار دادن به عنوان هدف قرار دادن میخوان بهش برسند و از کسانی که در راه این هدف به این هدف جنایتکارانه و پست کمک کردند همین دانشمندان بی شخصیت و بی فرهنگی چون ادوارد تلر بودند و ایشون هم شاگرد آقای هایزنبرگ بود خب حال خود آقای هایزنبرگ یا میخواست نمیخواست به هر ایشون هم برای دنبال بمب اتمی برای آقای هیتلر بود البته خدا رو شکر موفق نشد خودش هم خوشحال بود از اینکه موفق نشده برای هیتلر بمب رو بسازه ولی خب دیگران ساختند و در نگازکی و هیروشیمه هم روی سر مردم بیچاره انداختند و به وسیله تبلیغات به وسیله پابلیک پابلیک ریلیشن به وسیله تبلیغات بالاخره ذهن دنیا هم قرنها ده, ده ها سال اه 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 کرده بودند که اینها سردمداران حقوق بشر و انسانیت هستند تا اینکه انقلاب اسلامی ایران اومد و پته اینها رو رو آب ریخت و به تاریخ نشون داد که هیچ جامعه ای که انقدر به رزالت رسیده باشه انقدر به حزیز انسانیت رسیده باشه این جامعه با دوام نخواهد بود این رو ایرانی ها چهل سال پیش میگفتن این رو خمینی چهل سال پیش میگفت اینها گوش نمیدادند اینها گوش نمیدادند و حالا هر لحظه دارن بهش میرسه ما الان در جامعه آلمان در حال رفتن به سوی جنگ داخلی هستی شما وقتی نگاه میکنی میبینی که رئیس سازمان امنیت آلمان، سابق آلمان جناب آقای, محسن محسن آقای که ماسن ماسن آقای اسم کوچکش یادم رفته هانس پیتر ماسن اگر اشتباه نکرده باشه هانس یورگن هانس یورگن ماسن هانس یورگ ماسن باید باشه شولیگون یه همچین چیزی حالا بعدا رئیس سازمان اطلاعات آلمان بودن سال گذشته استفاده کرد علت استفاده این بود که خب یه قدری در رابطه با این بحران پناهنده ها یک سری حقایقی رو به صورت وارونه بیان کرد حقیقتی که ایشون به صورت وارونه بیان کرد مثلا این بود که گفتش که من نرفتم به حزب سده او حزب سده او اینایی که به اصطلاح مسیحی هستند کریستلیش دموکراتیش یونیون اتحاد دموکرات مسیحی ها اونایی که هم به اصطلاح دموکرات میخوان باشند تو این حال هم مسیحی میخوان باشند ولی همشون هم در در دنبال اینند که دین رو از سیاست رنگ کنار آه. از جهالت مردم استفاده میکنن جهالت تاریخ استفاده میکنن که خودشون رو در قدرت نگه دارن به هر حال این جناب آقا میگه که من نرفتم به این حزب که در نتیجه اون اه 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 وارد این حزب نشدم که ببینم که خانوم مرکل صدر آلمان در عرض چند روز یک و نیم میلیون دو میلیون اه 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 پناهنده عرب رو ورداره بیاره به آلمان ایشون مثل رهبر بزرگش شیران آقای دکتر هنبود کل چندان دلخوشی از عرب ها و مسلمون ها و عرضم بزرگ شریفتون ترک ها و اینها نداره ولی این آقایی که به اصطلاح ما یکم شلپ بحوته. یعنی از این کلاسیاهایی هایی که میرن کسی به اصطلاح اینها رو نشناسه مخفی کاری های اینها رو آدم نشناسه این آقا رئیس سازمان امنیت داخلی آلمانه زیاد فاصلی تا سازمان امنیت خارجی آلمان که کارشون کارهای جاسوسی اصلا کارشون جاسوسی هستید در خارج از آلمان رو بهش میگن بینده نخلیشتن نخرشتندین داخل آلمان رو بوندس سنگسو شد به عنوان حامی یا نظارگر قانون اساسی آلمان نباید موازه باشن که قانون اساسی آلمان به صلاح تحت به صلاح زیر لگد واقع نشه قانون اساسی به صلاح مورد اعتراض مورد دستخوش تغییر قرار نگیری وسیله اشخاص و افراد مختلف کارشون اینه ولی همین آقایون و من وقتی که یادم میاد سالهای هشتاد میلادی رو من وقتی که از تاریخ صحبت میکنم اون میلادی هست خواهش هم توجه بکنه من تاریخ رو نمیتونم برگردونم به تاریخ خودمون اما سال هشت... میلادی من صحبت میکنم س... سعی کنید اگر ممکنه لطف کنید خودتون تبدیل بکنید ایشون سالهای هشتاد میلادی جناب آقای دکتر هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان چند وقتی پیشم مرد و ایشون یک کسی داشت به نام شرپا شرپا معمولا اینهایی هستند که وقتی که شما اگر بخواید بری هیمالیا از این اه, اه, کوه میخوای بری بالا همه همه این مسیر رو نمی‌دونی بارت رو ورداری ببری بالا از افرادی استفاده میکنی که در اون منطقه زندگی میکنن پولی بهشون میدی اینها بارهای تو رو تا یک منطقه میبرن بالا از بگیم هشت هزار خورده یک 11000 کیلومتری 8000 کیلومتری نمیدونم یا چند هزار کیلومتر اینها میبرن بالا برات و خیلی مهم هستن اینا رو بهش میگن شرپا اف به آلمانی یک همچین شرپایی هم در سیاست وجود دارد یکی از افرادی که این آقای هلمود کول داشت که براش کار انجام میداد فردی بود بنامه... فردی بود به نام آقای چیه اسمش خدا فلس به نام این آقای فلس حالا اسم کوچیکی هم دوباره یادم رفته در فرتایدگونگس منیستریوم در وزارت دفاع آلمان بود رابط بین کارخانه های اسلحه سازی و و اونهایی که اسلحه ها رو صادر می کنند صادر کنندگان اسلحه و مرگ به خصوصا کشورهای خاورمیانه بود خصوصا به عراق بهشون کور هماهنگی کردیم این آقا بعد از یک مدتی میشه رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان این آقا تعجبی داره که صدام حسین به این راحتی بمب‌های شیمیایی داشت که به کار می‌برد علیه ایران تعجبی هست از اینکه با موشک تهران رو میزد شهرهای ایران رو میزد فقط در همون دزفول فکر کنم حدود هزار آدم فقط در اثر های صدام حسین کشته شدن اینها آخ به نمی نمیگفتند حالا می‌رسیم خدمت ارز میکنم که چطور تحصیل من در شهر بون آلمان تحت تحصیل این جنایات این حیوانهای بیوجدان من نتونستم درس خودم رو در آلمان بخونم من تا من سال 1996 بایستی ترک تحصیل میکردم از آرزوی رسیدن به مقام علمی دکترا بایستی دست میکشیدم حالا بگذاریم از یک همچین موجوداتی در این عالم به وجود اومدن و ملت بزرگ ما ملت ایران با همه کوته هایی که بعضی از آخونداشون داشتن با همه کوته فکری هایی که در بعضی از دین زدگان ما وجود داره ما تا دلتون بخواد دین زده هستیم بر وزن قرب زدگی قرب زدگی جمله درستیه این این رو آقای اه اه کی بود یکی از روشن فکران ایرانی این رو اختراع کرد ابدا کرد ولی درسته ما قرب زدگی داریم قربی ها هم قرب زدگی هستن مشکلشون سر همه قرب زدگی هست و ما هم قرب زدگی هستیم و به علاوه اون دین زده هم هستیم از این هم قرب زده هستیم هم دین زده بسیاری از دینداران ما دین زده هستند دینی که موجب نشده تو بتونی از ورای زمان و مکان ببینی اون دین نیست باید تغییر یه جای کار تو اشکال داره علمی که موجب نشه تو از ورای زمان و مکان ببینی اون علم نیست اون جز بیچارهی و بدبختی نیست که هممون هم دوچارشه من خودم رو مثال میزنم میبینم که چیز جز بدبختی ناشی از کوری چیزی من نصیبم نشده تو این حال ولی به هر حال آدم دست شکسته در اثر این دردی که داره بالاخره یک چیزهایی رو دست میابه بهش و من سعی میکنم همین دردها و آلامی که داشتم رو تقدیمتون بکنم نه به که نه خاطر اینکه شما رو هم خودم بکنم و وقتتون رو بگیرم بلکه امیدوارم که شما راه زندگیتون رو طوری برید که توی این روزگار پر آسیب آسیب کمتری ببینید و اصلا آسیب نبینید برای من واقعا دردناک شنیدن این مسائلی که در ایران اتفاق میفته ما اگر برگردیم به اون جایی که از مسیح و یا قرآن به ما دستور دادن گفتن آقا با علم اخلاق بایستی داشته باشید با قرآن با دین بایستی اخلاق هم داشته باشی. در همسریابی بایستی اخلاق هم داشته باشی. در پول در آوردن بایستی اخلاق هم داشته باشی. خب ما این کارها رو نکردیم خصوصا این مغرب زمینی ها 400 500 ساله بعد از اینکه این بدبخت ها از سال 1492 که اسپانیا رو فتح کردن گیر افتادن تا همین الان تا همین الان گیر افتادن برای اینکه این علوم به این شکلی که به وجود اومده نب... نبایسی به وجود نمی این جواب است که من به سوال آقای نهایتا به سوال آقای کارل فریدیش فون وایتسکر رسیدم این بندی خدا میپرسید که چرا علوم علوم جدید در کشورهای اسلامی نیشت به, به اوج نرسیده به وجود نیومده این رشد رو پیدا نکرده بلکه در مغرب زمین این به این خاطر هم مغرب زمین ها خیلی باهوشند خوش هوش خرگوشی داشتن خداوند درهای درهایی از علم رو به سوی اینها گشود که اینها بیفتن توش دمار روزگارشون در بیاد و در هم اومده و اینکه جنگ های سلیبی جنگ های مردانه ای بود بیرون, راخت بیرون ریختن اسلام چون عرب رو بایدی رخ... عربهایی که حقباز شده بودن رو بشید حقبازیشون رو کوتاه میکردی باعث بیرونشون میریختید ولی نبایدی اسلام رو بیرون میریختید همونطوری که ایرانی های هوشمند اسلام رو گرفتن با همون, با همون اسلام متوجه شده این عرب ها چه حقباز هایی هستند اینها رو بعد به وسیله یه خان به وسیله مغول ها به قعر جهنم تاریخ فرستادند حکومت کثیف و جنایتکار عباسیان رو به قهر جهنم فرستادن. البته امیدوارم که این موجب به قلوب ما، ایرانی ها، شیعه هم نشه. تاریخ رو ما باید دوباره از نو بنگریم. از نو بایستی بدونیم که چه اتفاقاتی توی این عالم افتاده که کار به اینجاها رسیده. ولی خب خوشبختانه همونطور که میبینید، همین... اه 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 خیلی عوض میخوام اصل هایی که جناب آقای ورنر فون براون با موشک های وی و وی و اینهاش خورده ما هم از این اصل ها میتونیم بخوریم ولی نهایتا این اصله که بایستی ازش یک روزی ما دست برداریم رفتن به مارس و به, مریخ مر و مارس و اینها رو هم باش از ذهنمون بیرون این مزخرفات رو راه های دیگه هم وجود داره که آدم میتونه عالم رو ببینه همونطوری که امثال ابن عربی میتونستن ببینند همونطور که امثال شاهن الله ولی میتونستن ببینند همونطور که امثال نصرادموس میتونستن ببینند همونطوری که امثال پیامبر بزرگوار اسلام و امامان اسلام میتونستن ببینند امامان شیعه میتونستن ببینند علت این خب یکی از سخنان بسیار درست این بود که شیعه ها بعد از وفات حضرت محمد صلوات الله سلام و علی دنبال این بودن که اجازه ندن که اون ارزش های انسانی اخلاقی که محمد بنیان گذارش بود اینها به نابودی کشیده بشه دنبال این بودن که خبیلن چه کسی رو ازش پیروی کنند که کارشون دوباره به دوران قبل از محمد نرسه نکشه موقعی که خون همدیگر رو میریختند از یک ملت خونخوار عرب پیامبر اسلام بود که یک ملت واحد ساخت که غرب و شرق عالم رو تسخیر کردند چه از نظر نظامی و چه از نظر اه 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 فکری خب برای اینکه کار به اونجاها نکشه یک ادهی که خوش فکر بودند خوش فکر بودند باهوش بودند گفتند آقا جون ما دستمون رو بگذاریم در دست علی ابن عبی طالب پیامبر رو گم نمی کنیم اگر دستمون رو در دست علی ابن عبی طالب بگذاریم پیامبر اسلام رو گم نمی کنیم یه عده ای این کارو کردن درست هم کردن یه عده ای در این راه قلوف کردند یک عده ای هم دستشون رو اصلا نگذاشتن با سلام و احوال سلام علیکم ولی دستشون رو گذاشتن دست دیگران و اونا هم هدایت کردند دیگه کار به جایی رسید که اروپا رو نتونستن مسلمان ها سر موقع تسخیر بکنن از جهالت رومی ها و جهالت به اصطلاح مسیحی ها سر موقع نجات بدند دنبال خوشگذرونی را افتادند دنبال بخور و بگیر و ببند این کارها خدا هم شوخی بر نمی داره شوخی نمی کنه یه کارل مارتل, مار... مار... مارتل پدرسوخته سوخته رو علم کرد زد توی سر مسلمان ها مسلمن ها رو نهایتا از از فرانسه و بعد از اسپانیا بیرون کردن و شد چیزی که نبایستی میشد بعدها تبدیل شد به جنگ های صلیبی بعدها کلونیال تروریسم یا تروریسم استعمار به وجود اومد بعد هم استعمار کپیتالیسم تروریسم کپیتالیسم به وجود اومد کپیتال تروریسموس و همه الان موندیم اینجا وضع کره زمین هم خرابه هیچ راهی هم نداریم جز اینکه که برگردیم جز اینکه که برگردیم در اندیشه خودمون در شیوه رفتاری خودمون ما بازنگری درستی بکنیم البته بایستی روزیمون رو در بیاریم اقتصادمون بایستی بدون نفت و بنزین بشه چرا برای دو کیلومتر سه کیلومتر را که میخواییم بریم بایستی تاکسی بگیریم توی ایران توی تهران یا شهرهای دیگه خیابانها رو بایستی تبدیل کرده خیابانهایی که درش دوچرخه میشه سوار شد اهمیت باشه قایل شد برای دوچرخه سوار حالا دوچرخه رو میشه تبدیل به دوچرخه موتوری هم کرد ولی این برای سلامتی جامعه مفیده برای برای اه 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 شما یک از یک طرف تهران میخوایی بری به اون طرف تهران یک روز توی راهی برای ده کیلومتر ده کیلومتر شما با یک دوچرخه ظرف نیم ساعت میری نیم ساعت آنها بیس دقیقه پیاده یعنی هفت کیلومتر در ساعت وادو دوچرخه یعنی ده کیلومتر در ساعت با دوچرخه که بیست کیلومتر در ساعت میره یعنی شما ظرف نیم ساعت ده کیلومتر رفتی هم بدن انسان اه اه سالم میمونه هم هم اه 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 چرا نبایستی به این سمت حرکت کرد چرا بایستی برای اینکه جامعه به این سمت حرکت بکنه خون بایستی بده خون بایستی ریخته بشه چرا خیلی عذر میخوام میخواستم نیم ساعت صحبت کنم ولی نیم, نیم ساعت شد فکر میکنم یک ساعت و نیم امیدوارم که ببخشید و یک پیشنهادی که میکنم اینه که من خودم وقتی ویدیوها رو که نگاه میکنم سرعتش رو میبرم بالا یعنی سرعت رو میگذرم یک مایز بیست و یا یک و نیم بعضی وقت هم یک هفتاد و پنج یعنی با دو بار با یک با هفتاد و پنج درصد سرعت بیشتر من سعی میکنم که ویدیو ها رو نگاه بکنم این رو هم به شما هم پیشنهاد میکنم بلکه من سعی میکنم که آرامتر صحبت بکنم با فکر بیشتر صحبت بکنم و این خب نهایتا وقت میگیره بنابراین پیشنهاد میکنم که ویدیو های بنده رو بگذارید روی سرعت یکونیم و عادت هم بکنید که وقتتون رو که خیلی با ارزش زن... لحظات زندگیتون رو این رو بیگدار به آب ند... نزنید این رو از دست ندید دنبال بیشعورهای نامرد و ناجوان مرد و احمقی که در این شبکه های معلوم الحال بیفرهنگ و نادان ادعای رسانگری و ژورنالیستی میکنن دنبالشون راه نیفتید وقتتون رو تلف نکنید همیشه با شک و تردید به این برنامه ها نگاه بکنید گول حرف ها رو اه اه نخورید و به راحتی از کنار حرفهایی که اه اه بی هست بگذرید وقتتون رو به مسائل اساسی زندگیتون مشغول بکنید اینکه چطور اینکه چطور میشه اقتصاد ایران ثروتمند رو از نفت لعنتی از نفت لعنتی این رو خلاص کرد چطور میشه خوب تولید کرد برای جامعه برای من زیاد به صادرات معتقد نیستم پول دلار لعنتی و یوروی لعنتی رو بایستی بورید جامعه ما بایستی برای خودش تولید بکنه البته نمیشه همه چیز رو تولید کرد میدونم مشکل نبایستی هم ولی در شرایط فعلی طوری نیست شرایط فعلی شرایط یه انسان هایی که انسانیت درشون نیست و برای تأمین زندگی پارازیتی خودشون دیگران رو تحریم میکنن دیگران رو تحت شکنجه و جنگ قرار میدن بهترین راهی که میمونه آدم اینه که گوشت انگشت خودش رو بخوره و منت قصاب رو نکشه این است که عزیزان من برادران و خواهران عزیز دوستان عزیز دوست داران ایران هر جایی که هستید به این گفته عیسی ای بن مریم سلام الله و سلام که امشب 24 دسامبر روز تولدش هست این رو توجه بکنید مرواریدهای های حکمت مرواریدهای های علم رو پیش خوکان نریزید که ده سال بیس سال صد سال دویس سال بعد کار به دستتون بدن متاسفانه این کار شده حالا یواش یواش بایستی جمع کرد تو اگر معلم هستی بایستی به اخلاق شاگردت توجه بکنی تو اگر استاد دانشگاه هستی بایستی بدونی این شاگردت بعد از شیش ماه یک سال دو سال بپرس حال روزش چطوره بابا این پدر سوختهای که دو هزار و هشت اقتصاد جهان رو به پایین آوردند میلیون ها انسان رو نابود کردند از نظر اقتصادی چهل درصد از جامعه آمریکا زیر فقر دارن زندگی می کنند چهل میلیون فقط در گوشه خیابان می خوابند ولی اینها شاگردان دیوانه های سحیونیز و جنایتکاری چون استیون واینبرگ بودند برید بخونید تاریخ دانشجویان دکترهای ایشون رو ببینید اونهایی که در وال استریت بودند اونهایی که در گلدمن ساکس بودند و هستند اونهایی که در چیس مانهاتن بانک هستند اینها اینا شاگردان همین دیوانه های بیشخصیت هستند فیزیکیان خوبی بود ریاضیدان خوبی هستند ولی از نظر انسانی انسانهای بی وجدان بی فرهنگ و نامردی هستند برای اینکه در کنار دانشی که به شاگردانشون یاد دادن کنار فیزیک و ریاضیات به اخلاق این دانش دانشجویان خودشون کاری نداشتن انسانیت برای اینها مطرح نبوده همین استیون واینبرگ یکی از کسانی هست که به شدت علیه فلسطینی ها می جنگیده تا به حال چقدر این بدو بیراه گفته به ها اون هم نجات پرستانانه به عنوان یک سحیونیست البته تعجبی نداره به عنوان یک سینا سحیونیست هستم ادوارد تلر استیون واینبرگ تمام این ها خب من البته اگر بخوام کازمولوگی بخونم قطعا به کتاب هایشان رجوع میکنم به نحوه کار ایشون با ریاضیات فیزیک نگاه میکنم شاید هم نقل بکنم به فلان مقاله رو نگاه میکنم قطعا به اونجا اونجایی که ایشون با آقای عبدالسلام موفق شدند بالاخره ویک اینتراکشن رو با الکترومگنتیسم و الکترومگنتیسم اینا رو با هم اتحاد بدن قابل تقدیره ولی پدر سوختایی که به وجود آورده توی این دنیا رو هم بایستی اینا به وجود آوردن هم بایستی دید و ما بایستی درس عبرت بگیریم قرآن هم چیزی جز این نمیگه قرآن هم میگه آیا سوره جمعه هست ازا و یوزک و یوزکی هم و یعلم و همول کتاب و اول تذکیهشون پاک بشه این انسان از دروغ حق بازی خودخواهی از غرور از این بیماری های روانی که هممون متاسفانه دچارش هستیم رها بایستی بشه این انسان بعد تو بیای حکمت بهش یاد بدی بعد بهش کتاب رو یاد بدی کتاب اون یعنی همین طبیعت رو که عالم طبیعت کتابه این عالم طبیعت کتابه که ما بایستی بخونیم حرف میزنه نور کتابه ماده کتابه البته جان هم دارن حالا این مطلب رو من میذارم برای بعد تشکر میکنم از اینکه به سخنان من گوش دادید امیدوارم که لایک رو فراموش نکنید برای اینکه این ویدیو بایستی بیاد بالا و خواهش میکنم که این رو به دست دوستانتون برسونید برای همتون آرزوی موفقیت میکنم امیدوارم شما به مراتب بیشتر موفقتر باش بشید تا من که حالا خداوند برای من چی میخواد خدا نگهدارتون تا بعد